دهه 1950 میلادی، کانادا. آزمایش‌های وحشتناک CIA آمریکا تونسته از مرزها عبور کنه. آزمایش‌های محرمانه. کسی که از این آزمایش سالم بیرون اومده ادعا می‌کنه کاری که CIA با شما می‌کنه می‌تونه روحتون رو نابود کنه. مردم بیگناه در دهه 1950 به امید درمان بیماریشون به اتاق خواب CIA مراجعه می‌کردن، ولی نمی‌دونستن این اتاق‌ها متعلق به CIA. با پزشکان محترم و معروف روبرو می‌شدن که بعداً مشخص شد جلادان CIA بودن و هدفشون شستشوی مغز بیمارانه. به عامل ناشناخته خوش آمدید. در این ویدیو به پرونده محرمانه MK-Ultra و شستشوی مغزی CIA می‌پردازیم. سال 1956 مادری به نام ولما اورلیکوف به یک بیمارستان روانپزشکی کانادایی در مونترال میره تا کمک بگیره. به تازگی صاحب یک فرزند شده بود و از افسردگی رنج می‌برد. چیزی که معمولاً به عنوان افسردگی پس از زایمان شناخته میشه. این مادر تحریک پذیر بود. نمیتونست بخوابه. گاهی اوقات فقط گریه میکرد. ولما اورلیکوف که افسردگی پس از زایمان داشت به بیمارستان رفت تا تحت درمان قرار بگیره که خوب بشه. اما این چیزی نبود که خانم اورلیکوف تجربه میکرد. قرار بود مردی ازش به عنوان موش آزمایشگاهی استفاده کنه. اونم پزشکی که نه تنها رئیس انجمن روانپزشکی کانادا بود، بلکه رئیس انجمن روانپزشکی آمریکا و عضو انجمن جهانی روانپزشکی هم بود. اسمش دونالد کامرون بود. پزشکی برجسته که هیچ کس در مقامش تردید نداشت. اما در واقع یک آدمکش تحصیل کرده بود که زندگی صدها نفر رو که همگی توسط CIA انتخاب شده بودن نابود می‌کرد. زمستان سال 1956 اورلیکوف به بیمارستان رفت. بیمارستان کانادایی که سیاستمداران و نظامیان آمریکایی مخارج اون رو می‌دادن و از درون مرزهای خودشون این بیمارستان برون مرزی رو هدایت می‌کردن، اما محرمانه بود و کسی نمی‌دونست که مربوط به CIA. هدف آمریکا این بود که بفهمه چرا اسرای جنگی و سربازان آمریکایی بعد از برگشتن به خاکشون حامی کمونیسم شده بودن. چه اتفاقی براشون افتاده بود؟ آمریکایی‌ها معتقد بودن عملیات شستشوی مغزی روی سربازانشون انجام شده. به همین دلیل خودشون در بهار 1953 عملیات مشابهی برای شستشوی مغزی آغاز کردند تا تأثیر روانشناسی این کار رو روی افراد بیمار بررسی کنن. CIA در مورد دکتر کامرون که در مونترال کار می‌کرد شنیده بود. این دکتر با روش خاص خودش رفتار مردم رو تغییر می‌داد. این سازمان اطلاعاتی از دکتر پرسید که چطور میتونه رفتار یک فرد رو کاملا عوض کنه؟ آیا میتونه گذشتشون رو پاک کنه و یک حال جدید ازشون بسازه؟ دکتر در این مورد تردید داشت، اما به نظرش شدنی بود. پس CIA با پیشنهاد مبلغ زیاد به کامرون این پروژه رو شروع کردن. کامرون کارش رو با مریضانی مثل اورلیکوف و صدها نفر دیگه شروع کرد. چیزی که اورلیکوف از این روند شستشوی مغزی نقل کرده اینه که در روزهای ابتدایی به بیماران شوک الکتریکی میدادن و کامرون اینطور بیماران رو توجیه میکرد که این شوک قراره به روند درمانشون کمک کنه. اما در اصل شوک الکتریکی که کامرون به بیماران میداد خیلی بیشتر از شوکهای رایج در بیمارستانها بود. در برخی بیماران کامرون به اونها داروی سنگین میداد و حتی بیماران رو به کما میبرد. خود اورلیکوف هم مدت کوتاهی در کما بود. بعد از به هوش اومدن به دلیل واکنش داروها اورلیکوف فلج شد و نمیتونست به خاطر بیاره کجاست و چه اتفاقی واسش افتاده. این دوره های کما و آزمایش های دکتر کامرون چندین ماه طول میکشید و کار یکی دو روز نبود. بعد از هر بار به هوش اومدن بیماران بهشون داروهای توهمزا مثل LSD میدادن و همزمان شوک الکتریکی شدیدی به بدنشون وارد میکردن. بر اساس تحقیقاتی که سالها بعد از آزمایشگاه‌های CIA انجام شد، این شوک‌ها و داروهای توهمزا و کماهای طولانی ذهن بیماران را نابود می‌کرد و اونها رو مثل یک بچه آماده پذیرش هر چیزی می‌کرد. به اعتقاد پزشکان CIA، اینجا بهترین زمان بود تا ذهن بیماران رو کنترل کنن و یک برنامه‌ریزی جدید داخل مغز بیماران بذارن. در اصل الان بیماران آماده بودن تا هر چیزی که CIA می‌خواست رو به ذهنشون دیکته کنه.
در این زمان با بلندگوها و اسپیکرهای بلند برای بیماران صداهای مختلفی پخش می‌کردند. حتی اگر کسی نمی‌خواست گوش کنه به صندلی می‌بستنش و یک اسپیکر رو به کلاه راگبی می‌بستن و با چسب به سر بیمار می‌زدن تا به زور به صدای ضبط شده گوش کنه. این روند اونها رو دیوونه می‌کرد، طوری که سرشون رو به دیوار می‌کوبیدن و تازه بعد از این رفتار اونها رو در کما می‌بردن و مواد مخدر می‌دادن و در حالت کما براشون نوار پخش می‌کردن. اسناد فاش شده نشون داد اورلیکوف در 14 نوبت مختلف دوزهای مختلفی از الستی دریافت کرده بود، تا اینکه بعد از چندین دور شستشوی مغزی که چندین ماه طول کشید اورلیکوف آزاد شد تا به جامعه برگرده. اما دیگه اورلیکوف نمیتونست موقعیت‌های اجتماعی رو اداره کنه. کوچکترین رفتار باعث پرخاشش میشد. در خیابان یا توی مغازه کیفش رو مینداخت زمین، میشست، جیغ میکشید. خاطرات و بخشهایی از مغزش پاک شده بود. سالها بعد دخترش به دنبال CIA رفت. میخواست انتقام بگیره. پس داشت حداقل آژانس اطلاعاتی آمریکا به اشتباهاتش اعتراف کنه. اما بعد از پیگیری فهمید که تنها نیست. صدها بیمار دیگه هم وجود دارن که همگی به دنبال حقیقتن. در پی افشا شدن مخفی‌کاری سازمان اطلاعاتی آمریکا مشخص شد که این برنامه تحت عملیاتی با نام MK اولترا زیر نظر CIA بوده و حتی در برخی کتاب‌ها نوشته شده چارلز منسون، خلافکار و اهل موسیقی آمریکایی، قربانی این برنامه مخفیانه کنترل ذهن بوده. چندین قاتل سریالی و جانی دیگه هم روشون برنامه شستشوی مغزی انجام شده بود که ادعا میشه بعد از عملیات کنترل ذهن دچار جنون و خلاف شدن. در پی رو شدن اسناد این عملیات CIA گفته میشه دونالد کامرون، همون پزشکی که این اقدامات رو انجام میداد، نوعی برنامه ریزی ذهنی خاص برای بیماران داشت و در این زمینه پیشگام سایر دکتران روانشناسی که شستشوی مغزی انجام میدادن بود. کامرون در اصل 1901 به دنیا آمده بود. شاهد دو جنگ جهانی بود. معتقد بود دلیل اینکه بسیاری از اتفاقات بد در جامعه رخ میده اینه که ذهن‌های ضعیف مردم به راحتی تحت تأثیر قرار میگیرن. کامرون به راحتی جامعه رو به دو گروه ضعیف و قوی تقسیم کرد. به نظر میرسید هیتلر روش تأثیر گذاشته بود، چرا که برای تقسیم بندی مردم پایبند اصلاح نژادی مثل هیتلر بود. معتقد بود که شهروندان خوب وجود دارن و شهروندان بد که تمام شهروندان بد باید درمان بشن. در اصل می گفت شهروندان بد ضعیفان جامعه هن که یا باید درمان بشن و شستشوی مغزی روشون صورت بگیره تا به افرادی بهتری تبدیل بشن، یا باید این افراد ضعیف از بین برن. به همین دلیل دنبال راهی برای پاک کردن ذهن بیماران و دیکته کردن یک ذهن جدید بود. اینجا بود که CIA نظریات کامرون رو شنید و حمایتش کرد و تحت برنامه MK اولترا در اتاق معروف به اتاق خواب CIA شستشوی مغزی آغاز شد. در اواسط دهه 1970 مدیر وقت CIA دستور داد تمام اسناد مرتبط با پروژه MK اولترا از بین برن، مخصوصا هر چیزی که به دکتر کامرون ربط پیدا می کرد. اما این اتفاق به طور کامل نیفتاد، تا اینکه 20,000 فایل مرتبط با این پروژه پیدا شد. در یکی از دستنوشته‌های دکتر کامرون نوشته شده بود به محض اینکه بیمار الگوی روانی خودش را از دست داد، کنترل ذهنش رو شروع می‌کنیم، چرا که وقتی این بیمار بیداره، ناآرام و خشنه. در سایر دستنوشته‌های کامرون تمام داروهای مخدر و روانگردان مثل آمفتامین، LSD، PCP و داروهای فلج کننده فاش شدند. گفته میشه دستمزد کامرون در مدت 3 سال از حضورش در این عملیات مخفی $600,000 امروزی بوده. بعد از افشای این حقایق، بعضی از خانواده قربانیان کانادایی از دولت غرامت دریافت کردند. اگرچه CIA هیچ وقت مسئولیت جنایات خودش رو در کانادا نپذیرفت. تا عامل ناشناخته دیگر، بدرود.